سلام، حالتون چطوره؟ یه خیلی از من پرسیده بودید اینه که بهتون بگید که وکال رنج یا رنج صدا یا محدوده صوتی خواننده های مورد علاقتون چیه؟ شما یه کیبورد پیانو رو تصور بکنید، هر کدوم از این کلیدها یه صدا رو تولید میکنن. رنج صدا پایین ترین نوت تا بالاترین نوتی که شما میتونید بخونید. بذارید از این محدوده بازم جزئی ترش بکنم. رنج صدا پایین ترین و بالاترین نوتی که شما میتونید راحت بخونیدشون، یعنی موقع خوندنشون صداتون زشت نمیشه. رنج صدا فقط نوع صدای شما رو مشخص میکنه که چه آهنگایی رو راحت تر میتونید بخونید و روی چه محدود نوتایی میتونید راحت تر مانور بدید و هیچ ربطی به اینکه خواننده خوبی هستید یا بدی هستید نداره. نکته اصلی اینه که از تکنیک‌های درست استفاده بکنید و همین نوتایی که میتونید بخونید به درست‌ترین و قشنگ‌ترین نحو ممکن اجرا بکنید. به طور کلی انواع خواننده ها و صداشون رو به 8 دسته تقسیم کردن، 4 تا آقا 4 تا خانم، ولی ما امروز می‌خوایم فقط روی 6 تاشون مانور بدیم. قبل از اینکه این ویدیو رو ببینید بذارید اینا رو بهتون بگم که خودتون بتونید تشخیص بدید که خواننده های مورد علاقتون و حتی خودتون چه نوع صدایی دارن. آقایون از پایین‌ترین صدای باس یا بیس، باریتون و تنور، خانوم ها هم آلتو، مزو سوپرانو و سوپرانو. صدای باس یا بیس معمولا شامل نوت می دو تا می اکتاو چهارم میشه، مثل جانی کش جز این دسته از صدا هستن. حالا صدای باریتون صدای کسایی مثل هوژر و جان لجند، از نوت لا اکتاو دوم تا نوت لا اکتاو چهارم. این گروه از صدای میانی هم میتونن تعدادی از نوت های صدای بیس رو اجرا بکنن و هم تعدادی از نوت های صدای تنور رو اجرا بکنن. تنور هم که بالاترین تقریبا صدای آقایون میشه، از نوت 2 اکتاو 3 تا نوت 2 اکتاو 5. خواننده های مثل سم اسمیث و حتی برونو مارس گاهی از این محدوده هم بالاتر میره. خانوما آلتو که پایین ترین صدای خانوما هست، از نوت F اکتاو 3 نوت فا تا نوت فا اکتاو 5. خواننده ای مثل لانا دل ری که البته من لانا رو توی سوپرانو هم دیدم. گروه بعدی گروه مزو سوپرانو هستن که میتونن تعدادی از نوت های آلتو رو بخونن و هم تعدادی از نوت های سوپرانو که خیلی بالاتر هستش و خیلی خواننده های خفنی توی محدوده قرار دارن. خواننده های مثل بیانسه، لیدی گاگا، نوت لا اکتاو 3 تا نوت لا اکتاو 5. دسته بعدی دسته سوپرانو هستن که خیلی دلشون میخواد توی این دسته باشن تا بتونن نوت‌های بالاتری رو بخونن، چون تقریبا جامعه بهشون اینو گفته که هر چقدر نوت‌های بالاتری بخونی خواننده بهتری هستی، که این اصلا درست نیست. صدای مثل مرایا کری که توی ایران بهش میگیم ماریا کری و آریانا گراندی که دوباره بازم توی ایران بهش میگیم گرانده یا گرانده، نوت 2 اکتاو 4 تا نوت 2 اکتاو 6. من خودم به نظر خودم توی فعلا توی دسته مزو سوپرانو هستم. اینه که من سوپرانوی هستم که هنوز نتونستم نوت هامو به تعداد یه سوپرانوی عادی برسونم. ممکنه خواننده بتونه تعداد نوت های بالاتر یا پایین تر رو بخونه، ولی این دلیل نیست که رنج صداش کل این محدوده رو پوشش میده، یا اینکه اگه نتونه تعدادی از نوت های رنج صداش رو بخونه به این معنی نیستش که رنج صداش اون رنج نیست، بلکه هنوز به آمادگی و پختگیش نرسیده. این لیستی که براتون آماده کردم آپدیت ترین لیست صدای خواننده ها تا به امروزه و ممکنه که بازم فرق داشته باشه و کاملا قرار نیست درست باشه، ولی خب you get the idea. حالا میتونید این نوت ها رو روی پیانو یا برنامه پیانویی که دانلود کردید بزنید و بفهمید که تقریبا از کجا تا کجا میشه. لیستی که بهتون میگم به این معنی نیست که دوباره همین خواننده ها میتونن قشنگ همین نوت ها رو اجرا بکنن، بلکه میتونن از اینجا تا این نوت ها رو دیده شده که اجرا کردن. اول خواننده که میخوایم شروع بکنیم بیلی آیلیش هست، نوت ر اکتاو 3 تا نوت لا اکتاو 5. خواننده بعدی تیلور سویفت است که قبلا من یادم چک میکردم 2 اکتاو میتونست بخونه، یعنی 2 و یه تعدادی از نوت هاشو، ولی خب الان 3 مثل اینکه کامل شده. تیلور میتونه نوت لا اکتاو 2 تا نوت ر اکتاو 6 بخونه. خواننده بعدی جاستین بیبر هست، کراش بچگیام بود ولی اصلا تا این کراشم هری استایلز. نوت لا اکتاو 2 تا می بمول اکتاو 5. کیتی پری نوت می بمول اکتاو 3 تا می اکتاو 6 میتونه بخونه. از اعضای گروه BTS که اصلا این ویدیو رو من به خاطر فنای BTS و آرمیا درست کردم.
آقای جان کوک تنور هستش، یعنی بالاترین صدایی که یک مرد داره، که میتونه نوت سول از اکتاو دوم تا نوت سی بمول اکتاو پنجم رو بخونه. خواننده های BTS کنترل خیلی خوبی روی صداشون دارن و فکر کنم دلش این باشه که از بچگی روشون کار شده. فر بعدی کراش هم تقریبا از گروه BTS هست، یعنی از همشون بیشتر خوشم میاد، آقای وی یات هیونگ، امیدوارم که درست گفته باشم اسمشو. توی گروه BTS بمترین صدا رو داره و باریتون هست. نوت می از اکتاو دوم دو اکتاو شیش رو میتونه بخونه. تا اینجایی که دیدم از بقیهشون بهتر بوده رنج صداش. نفر بعدی هری استایلز، کراش ابدی من میمونه. دفاع از اکتاو دوم تا نوت لا اکتاو پنجم میتونه بخونه. هری استایلز بر اساس گفته سایت آف بایلتون حساب میشه. لیام یه ذره از اون کمتر میشه. لیام پین عضو وان دیرکشن، عضو اسفق وان دیرکشن. نوت سول اکتاو دوم تا فا اکتاو پنجم میتونه بخونه. لیام پین هم باریتون حساب میشه. که دوباره یه سایت دیگه گفته بود متسو سوپرانو و سوپرانو هسته، تونه نوت سی بمول از اکتاو دوم تا می بمول تا اکتاو ششمو بخونه. به نظر من اگه خودم میخوام توی دسته بندی قرارش بدم، نه خیلی توی دسته بندی آلتو قرارش میدم نه سوپرانو، و به نظر من درست سرش متسو سوپرانوه. حالا بریم سراغ خدایان و اساطیر وکال. آریانا گرانده با اینکه سبک موسیقی پاپ کار میکنه و شاید خیلی از آهنگاش اونقدر خفن نباشه از نظر محتوا و موسیقی و اینا، یکی از بهترین خواننده های نسل حاضره. میتونه 4 اکتاو کامل بخونه، علاوه بر این که اصلا مهم نیست، خواننده فوق‌العاده‌ای و واقعا تکنیکی و قشنگ میخونه. آریانا میتونه از نوت ری اکتاو سوم تا نوت می اکتاو هفتم بخونه و حتی بالاتر از این هم رفته. Happy birthday, man. You know what we'll let Have you played Foxy Games yet? اسطوره‌های ابدی آقای فردی مرکوری. بچه فردی مرکوری باریتون حساب می شده، جزو خواننده‌هایی بوده که نه خیلی بم بوده صداشون و نه خیلی های بوده صداشون، ولی انقدر این خواننده حرفه‌ایه، انقدر این بشر خاصه که توی دسته تنور هم قرار میگیره و انقدر نوتای بالا رو قشنگ اجرا میکنه که تقریبا تشخیصش غیر ممکنه و خیلی قشنگ سویچ بین رجیستراش انجام میده. فردی مرکوری از اف اکتاو دوم تا اف اکتاو ششم میتونه سه اجرا بکنه. دیگه ببینید شما چقدر خفنه. فرمانی مایکل جکسونه از نوت F اکتاو یکم میتونست اجرا بکنه تا نوت 2 اکتاو ششم. نمیدونم اصلا چجوری میخواست نوت فای اکتاو یک رو اجرا بکنه و چجوری اجرا کرده، ولی این کارو کرده. حالا من قبلا به شما گفتم
که چطوری رنج صداتون رو پیدا بکنید و یه فایده رو براتون توی چنل تلگرام گذاشتم. کافیه که با این نوت‌ها شروع به خوندن بکنید. پایین ترین نوتی که میتونید قشنگ و درست ادا بکنیدش رو علامت بزنید و اینجا بنویسید. بالاترین نوتی هم که میتونید به راحتی بخونید و یادداشت بکنید. حالا بر اساس این نوت و این چارتی که بهتون گفتم ببینید که صدای شما جزء کدوم دسته قرار میگیره و شما چند نوت و چند اکتاو میتونید بخونید. یادتون نره که رنج صدا میتونه تغییر بکنه. چند تا نوت بالاتر و چند تا نوت پایین‌تر میتونه تغییر بکنه. و تنها چیزی که شما بهش نیاز دارید تمرین درست و صحیحه. یعنی اگه غلط تمرین بکنید نه تنها صداتون بهتر نمیشه بلکه بدتر هم میشه و آسیبای بدی به حنجرتون میزنید. این تمرینی که براتون گذاشتم مهمترین نکته اینه که سعی نکنید خیلی فشار بیاد که نوتای بالاتر یا پایینتر رو بخونید بلکه تو مرور زمان بعد سعی کنید این ویژگی رو به دست بیارید. بچه‌ها امید از ویدیو امروز، اگر این ویدیو بازخوردهای خوبی بگیره من پارت دومش هم میسازم و میگم که چطوری رنج صداتون رو بهتر بکنید و گسترده‌تر بکنید. شما برام بنویسید که شما چه نوع خواننده‌ای هستید. جواباتون رو میخونم حتی اگه نتونم جواب بدم. خدا نگهدار.